یه سری اصطلاحات پرکاربرد هست که جا داره من در ابتدای آموزش خدمتتون عرض بکنم که تا انتهای آموزش اگر من از این اصطلاحات استفاده کردم شما منظور بنده رو متوجه بشید و سوالی براتون در زمینه استفاده از این اصطلاح به وجود نیاد اولین اصطلاح پرکاربردی که من خدمتتون معرفی بکنم اصطلاح رفرنس هستش که منظور بنده از رفرنس جزئیات یک مقاله هستش نام نویسنده، عنوان، نسخه، شماره صفحات و هر چیز دیگه ای که به جزئیات یک مقاله، یک کتاب برمیگرده رو ما میام و به اصطلاح رفرنس اون رو استفاده میکنه منظور از کتابخانه توی نرم افزار مجموعه از رفرنس‌ها هستش که داخل یک فایل ذخیره میشن شما یک مجموعه از رفرنس‌ها رو دارید که میاد اونها رو دسته بندی میکنید گروه بندی میکنید یا صرفا توی پوشه‌های مختلف داخل نرم افزار تعریف میکنید تمام اینها در قالب کتابخانه معرفی میشن یعنی شما اگر بخواید کتابخونه رو تعریف بکنید مجموعه ای از رفرنس ها با چیدمان ها و گروه های مختلف رو میتونیم براش به عنوان معنی مناسب کتابخونه استفاده بکنیم بیبلیوگرافی در اصطلاح مجموعه ای از رفرنس ها هستش که در انتهای مقاله قرار می گیرن. شما می‌اید داخل متن یه سری متن رو از مقالات مختلف از کتاب های مختلف استفاده میکنید و با گذاشتن علامتی اونها رو به آدرس اون مقاله و اون کتاب وابسته میکنید که آدرس این مقاله و اون کتاب به اصطلاح بیبلیوگرافی در انتهای مقاله درز میشه همونطور که شما مقالات کتاب های متعددی رو مشاهده کردید و منظور بنده رو از بیبلیوگرافی متوجه میشید فقط یک نکته ای رو توجه داشته باشید که ما پاورقی داریم که به اصطلاح فوتنوت از اون در داخل نرم افزارهای ویرایشگر متن استفاده میشه اما منظور ما توی این قسمت از بیبلیوگرافی منظور ما انوت یا تهنویس هستش که در انتهای مقالات میاد و مراجعی رو که ما استفاده کردیم رفرنس های رو که ما استفاده کردیم آدرس دقیق اونها در اون قسمت درج میشه در انتهای مقاله پس منظورم از بیبلیوگرافی به این صورت هستش عبارت ارجاع یا سایتیشن یا سایت کردن رو ما توی این مجموعه نرم افزاری استفاده میکنیم که همون علائمی که برای یک متن یک جمله در داخل مقالتون استفاده میشه رو ما به اون سایتیشن میگیم شما وقتی یک متن رو قرار میدید خب نیاز هستش که این نشونه برای اون مشخص بکنید که مربوط بشه به اون اطلاعات اون کتاب و اون مقاله در بیبلیوگرافی خب این علامت رو ما میایم به عنوان سایتیشن معرفی میکنیم و این عمل رو به عنوان سایت کردن میایم داخل آموزشمون در موردش صحبت میکنیم پس هر زمان گفتم قرار سایتیشن رو انجام بدیم قرار سایت بکنیم یعنی میخوایم یک متن وارد مقاله بکنیم و جلوی اون یک اسم نویسنده سال اون مقاله ای که چاپ شده رو قرار بدیم و توضیحات کامل اون مقاله را داخل بیبلیوگرافی ذکر بکنیم به عنوان آخرین اصطلاح ما اصطلاح استایل یا سبک نگارشی رو داریم خب وقتی که قرار اطلاعات کتاب و مقاله داخل بیبلیوگرافی قرار بگیره یا قرار این نحوه علامت گذاری داخل متنی که ما آماده کردیم که قرار سایتیشن انجام بشه با یک ترکیب خاصی ایجاد بشه رو ما به اصطلاح استایل و سبک نگارشی نام میبریم که ما میتونیم سبک های نگارشی مختلف استایل های مختلف رو برای نحوه نمایش بیبلیوگرافی و نحوه نمایش سایتیشن ها رو ما میتونیم تعیین بکنیم که توی قسمت ها متوجه میشید منظور بنده از استایل از سایتیشن از بیبلیوگرافی از لایبرری از رفرنس به چه صورت هستش و فعلا شما میتونید این توضیحاتی که من خدمتتون دادم رو در مورد این اصطلاحات به خاطر داشته باشید و در عمل مطمئنا کاملا درک میکنید که منظور از بنده از این اصطلاحات و از این تعاریف به چه صورت خواهد بود و هستش